بسم الله الرحمن الرحیم د سول خبر سره جوخ متاسفانه په کابل ښار کې او په نور لوی سره ښارونو کې امنیتي وضعیت ښه نه بریښي په وروستیو کې څو داسې چاودنې او بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا وشوله چې خلک یې وضعیت ته لا پسې اندېښمن کړله هلته بیا د طالبانو ویان د دغسې بریدونو دوام باندې تاکید کړی ویلي دي چې د کلیو د بمبارونو انتقام به په دغسې لویو ښارونو کې د دولتي مراکزو په هدف ګرځولو سره ترلاسه کړي دوی پرونی برید په تاکید سره ویلي دي چې دغسې نور بریدونه به هم په ښارونو کې د دولت پر مرکزونو باندې وکړي په عین وخت کې طالبانو مشر ملا عبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې سربیره پر دې چې د مذاکراتو پر دوام یې ټینګار کړی دی او له امریکا څخه یې په دغه مذاکراتو کې صداقت او جدیت غوښتنه کړې ده په عین وخت کې پر جګړې هم ټینګار کړی ده ویلي دي چې د مذاکرات سره جوخ به د دوی جګړه هم دوام لري تر څو دوی خپل اهداف ته ورسیږي د اهداف ترلاسه کولو لپاره به دوی مذاکره او جګړه دواړه مخته بیایي په عین وخت کې حکومت هم امنیتي غونډې وکړلې او د کابل ښار او په عموم کې او بیا مشخصا د کابل ښار د امنیتي وضعیت د تعمین لپاره یې خاص سپارښتنې امنیتي سکتورونو ته درلودلې امنیتي سکتورونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا د وسلوالو مخالفینو ماتې ښیي او دوی نشي کولی مخامخ جګړه وکړي او مخامخ جګړې کې دوی ماتې خوړلې ده نو ځکه دوی اکثرا دغسې ښارونه هدف ګرځوي ور دوی به پرې نږدي چې وسلوالو مخالفینو خپل دغه اهداف کې بریالي شي مهمه خبره دا ده چې ولې وسلوالو مخالفین توانېدلی شي چې دغسې لوی بریدونه د ښار په مهمو برخو کې وکړي دوی د ورته بریدونو دوام باندې هم تاکید کړی د امنیتي تدابیر ورته څه کېدلی شي ضعف چېرته دی چې موږ د مذاکراتو په جریان کې یاد ده چې ناغېړي مو کړې ده او غافلګیره شوي یاستو په دې توقع چې ګواکې د سولې خبرې به نتیجه ورکوي ولې وسلوالو مخالفین په عین وخت کې توانېږي چې داسې لوی بریدونه وکړي یاد ده چې تدابیر په هغه سطحه کې نه دي چې دغسې بریدونه مخنیوی وکړي وسلوالو مخالفینو په یو بله اعلامیه کې د انتخاباتو پروسې ته هم ګوتڅنډنه او ګواښونه کړي وله ټولو نماندانو ته د هغوی غونډو ته انتخاباتي مراکزو ته خلکو ته پر ټولو یې غږ کړی و چې انتخابات د دوی په باور باندې یو جاري پروسه ده او دوی بیا هر هغه چېرته د انتخاباتو اړوند ادرسونه هدف وګرځوي نو له خلکو یې غوښتنه کړې چې ګډون ونه کړي دا به د انتخابات پر پروسې څومره اغېز ولري حکومت بېرته څومره توانېدلی خلکو ته یو ذهني اطمینان ورکړي سلام وختم خیر ته دو بحثونو خپرونه زه میرویس ستانکزی ته وړاندې کوم درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي د کابل د ولایتي شورا استازی ښاغلی عبدالخالق زازی وطن دوست د امنیت او عدالت ټیم ویاند ښاغلی عارف کیانی او د دولت جوړونکي ټیم ویاند ښاغلی ضیا احمد ورسجی خیر اغلی خیر زازی صاحب تاسو د کابل وضعیت ګورئ بیا د طالبانو تاکید هم چې کابل او نور لویو ښارونو کې به بریدونه دوام مومي ولې تدابیر ضعیفه شوي دي ولې توانېدلي دي وسلوال مخالفین چې دغسې بریدونه ترسره کړي تازه تدابیر دې لپاره په دې حد کې نیول شوي چې دغه ګواښونه چې شوي او د خلکو اذهان مخشوش کړي دې لپاره بیرته تدابیر ونیول شي بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال تلویزیون ته درنو مینوال ته د افغانستان قهرمان ولس ته میز کې راسره درنو هر میلمنه ګران کایني صاحب ورسجی صاحب تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته سلامونه ونې کېلي وړاندې کوم او ثانیا غواړم چې دا د کابل د 2 میلیونو وګړو په استازیتوب پرونی چې کومې غمیزې وي په کابل ښار کې دوه درې ځایه او زموږ په درجنونو انسانان یا افغانان پکې شهیدان شول او زخمیان شول هغه غواړم چې په شدید الفاظو باندې وغندم او شهیدان ته د خدای پاک جنت فردوس نصیب کړي او زخمیان ته د لوی تعالی څخه تعالی نه ورته روغ صحت غواړم یقینا تاسو ډیره ښه او اساسي موضوع ته اشاره وکړه زه براشم د کابل د غوی میشتي حالات په امنیتي لحاظ چې کوم حالات په کابل کې روان دي دا زه باید تشریح کوم ګرچې حکومت به تر کوم حد پورې دا خبرې صحیح وکيونه کی خو هغه معلومات چې ما سره د کابل د خلکو په استازي تو باندې غواړم چې دا د خلکو سره شریکم یعنی 13 میاشت کې تنه زه د وی حوزې مثال در کوم د 15 حوزې مثال در کوم چې تنه لست نه پکې دولتي کارمندان شهیدان شوی دي تازه هم دوه تنه پرون یعنی یو میاشت لا میاشت نه دغه شوی یعنی یو میاشت کې تقریبا لست کسان دولتي کارمندان ال تجوان له لاس ور کړی یا شهیدان شوی دي همدارنګه یو هفته کې پغمان ارغندې کې یو ساحه دی او جګه نقطه د دښمن لاس ته ورغلې ده او لغې ځنه ثقيله صلاح چې پیکا د فکر کوم دای نست کړی دی وخت کې جنگ روان ده دغه وخت و نقطه نشینی ولای نقطه ډیره حاکمه نقطه ده مليور دوه مشته غم شته جنگ روان دی ولای وخت کې البته د کابل خبرې درته کوم همدارنګه تاسو وکړه چې دور زمخ کې پغمان په خپل پغمان ولسوالي دی هاوانونو شهیدانو چې اوانونو راغلل د پغمان برته پغمان کې د استاد سیف کور شاوخه ولګیدل او بل څلور ساعتونه کې زمونږ چې کوم معلومات په ټول کابل کې 15 نه ولې تر وته راته مونږ قتلونه لرو متاسفانه ویو
همدارقم اختطاف هم شتا تاسو وکتل چې دا اخرینه واقعا پاته موزه کې فیصل جان چې اختطاف شو بیا شهید شو هغه حالت تاسو وکتل تاسو د پرونه پیخي وکتل چې په بګرامایو کې او په پینلسه معنا چې قصبه او ایولسه معنا یعنی داعش راغلل نه کسان پینزل ساته جګړه وکړه تاسو وکتل هغه حالات چې دا کوم یو حالات همدارقم ډیره جالبه په دې د ماده لپاره چې یو موټر چې پلس ها او ټنا د سکم انفجاري مواد نه پرون زتل او ساحه ته د شپګم او ځې کوم غمیزه شوې ده که تاسو لاړ شئ وګورئ نو تاسو به فکر کوئ چې یو وړوکی قیامت دلته شوې ده اساها وګورئ هغه تخریب وګورئ هغه موټر چې څومره لاندې تخریب کړی ځمکه څومره ستره په اصطلاح یو کنده جوړه کړې ده او تاسو دغه موانع چې کوم دي چې هغه ډېرې قوي دي چې کومې جوړ شوي سیمیټي موانع دا وګورئ څنګه ټوټې ټوټې شوي دي یعنی دا خپله دا ښیي چې په کوم شدت سره دغه واقعې رخ نیولی دی او څومره انفجاره مواد او کومه خطرناک انفجاره مواد چې شاید د دوه ملکونو په جنګونو کې هم هغه استعمال نه وي شوي دغلته ټول استعمال شوي او په درجنونو زمونږ هلته چې کوم په اصطلاح انسانانو زخمیان هم شول شهیدان هم شول او نور دومره تاوان رسېدلی دی عمل منفیه خلکو ته هم تاوان زمین ته هم تاوان رسېدلی دی او دولتي هم که تاسو لاړ شئ وګورئ په درجنونو رینجر یې هلته خرابې شوي وي لکه چون تعلیمي مرکز و ده همدار رقم نور ډېر بد حالات هر کله د امنیتي مسؤلینو ځواب صرف همدا و چې دښمن په مخامخ جګړه کې ماتې خوړل ده او دا د هغوی د ماتې نښې دي چې داسې بریدونه کوي او موږ به دوی پرې نږدو چې خپل اهداف ته ورسېږي دا ځواب یو اساس قانع کوونکی دی چې په دې اکتفا وسي عملا طالبان بیا تاکید کوي چې دغسې نور بریدونه به ولري نه دا موږ دپاره هم د افغانستان خلکو دپاره بالخصوص د کابل خلکو دپاره ګورئ موږ کابل چې دی دا یو پایتخت ده دا زه نه شم کولی د یو ولایت سره لوګر سره یا ګردیز پکتیکا یا پکتیا یا بل ولایت مقایسه کوم کابل کې چې موږ څومره په کوم اندازه امنیتي استخباراتي او کشفي ادارات لرو او پرسونل لرو چې په زرهاو کتر شل زرو پورې ده که د زون اقتصادي اکاسمایي فرقي اقتصادي کې کابل ریاست امنیت کابل نور چې کوم ادارې دي امنیتي په کابل کې چې صرف د دوی مسؤلیت دا ټول راغون تر شل زرو کسانو پورې موږ دلته امنیتي پرسونل لرو که د دوی د دومره پرسونلو موجودیت پښتون کې بیا هم دغسې یو واقعې چې یو موټر راځي زه اطمینان سره درته وایم دا موټر ګورئ دروازې اوس څلور دروازې سکینرونه لګېدلي دي دغه انفجاري مواد چې په ټونونو دي دا په هغې ځای نه ډک موټر نه دی راغلی چې ډک به کوم ځای نه راغلي ورننوتلی وو دغه واقعه یا چې دلته شوې وه تاسو وکتل دوه درې هفتې مخکې دلته چې وشوه دا د ریاست لوجستیکي و فکر کوم د وزارت دفاع چې همدا رقم واقعه وشوه هلته هم او دلته هم د ټونونو مواد دا همدې په دې کابل کې ځای په ځای شوي دا مواد هم دلته راوړل شوي دي اول ځای په ځای شوي دغه موټر هم دلته جوړ شوی دی دا پرونی واقعه هم اوس کشفي استخباراتي ارګانونه باید حداقل په پلازمینه کې داسې حاکمیت ولري چې د جز جز د مسلې نه خبر واوسي یعنې تاسو ځواب څه وکړه چې دغسې حوادثو پوښتنه له مسؤلینو کوئ خصوصا د کابل له مسؤلینو یقینا کله چې موږ امنیتي ناستې کوو دوی خپل اول خو راته خپل هغه ښیي چې موږ دغه دستاوردونه لرو دا گراف د جرایمو د جنایي جرایمو موږ ته ټیټ ښیي چې ټیټ شوی دی تاسو صدیقي صاحب خبرې واورېدې د ولسمشر د ویل ویلي چې په لسو بریدونو کې اته هغوی مخنیوی کېږي دا دوه متاسفانه هغه اهداف ته رسېږي معنا دا چې دا د بریا یو ګراف ښیي چې د نیمایي نه زیات هغه دوی نیسي یا د بګرامیو پیښې ته اشاره کېږي دلته شاید ډېرو بریدونو لپاره پلاننګ کېده ولې دا خونسا شو په همغه هڅه کې نه ما دپاره ډېره جالبه ده په دې جالبه ده چې دغه اته چې تا نیولي د اته پیښې چې تاسو د اته پیښې وښیي افغانستان خلکو ته وښیي چې دا 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 دغه پیښې وې دغه موږ جلوګري وکړو چې افغانستان خلک د کابل خلک په دې باندې قناعت وکړي اوس دا وخت وګورئ موږ زه په خپله وکیل یم پرون زه په دفتر کې ناست ما ته امنیتي ارګانونه راځي ما ته وایي چې حالات استرار دی دفتر نه وځئ موږ وایو موږ استجواب لرو څوک مو راوخته دی وایي دا ټول پورې خوشی کوي تاسو وځئ امنیتي ګواښ ته وځئ بس دا ساعت اخلیه کوي تاسو فکر وکړئ دغه حال دی زمونږ دا حال دی یعنی موږ دپاره دغه حال دی د کابل د نورو خلکو ډېره مننه سلامه ساقی که یعنی پروسه انتخابات هم جز از او پروسه هایست که مورد تهدید شدید قرار داره طالبا و بقیه مخالفین مسلح همیشه هشدار دادن که پروسه انتخابات دگرگون خواهد کردن تکت های انتخاباتی را مختار دادن نامزده را و مردم که اشتراک نکنه بر علاوه از او شما حملات متعدد را میبینید که شهرهای کلان هدف قرار میده و تاکید میکنه که ادامه میده عیب در کجاست نقص در کجاست که ما هنوز یک اطمینان ذهنی حاصل نکردیم و حکومت نتونسته مردم قانع بسازه که بله من میتونم جلوگیری بکنم از این حوادث به نام و یاد خداوند با کسب اجازه از مظهر جناب زوزای سه فرساجی سه و شما و درود میفرستم بر روان شهدای روز چهارشنبه کابل و درود میفرستم بر نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان که در سنگر عزت دفاع از شرف مردم افغانستان میکنند
ببینید در این راستا چند مسئله حائز تذکر است. مسئله اول که براسی که امنیت یک پدیده نسبی است، در تمام جهان یک پدیده نسبی است. تدابیر امنیتی محاکمی وضعیت به اساس دیتاها به اساس پارامترهای محیطی اتخاذ میشه. از اون جایی که در طول 5 سال ما شاهد اتخاذ یک رژیم امنیتی در برابر مبارزه در برابر گروه های دهشت افکن، گروه های تروریستی نی در پایتخت و نی در هیچ جای افغانستان نبودیم، متاسفانه این فرصت به مخالفین مسلط داد که با توجه به این خلا تجدید گروپان کرده و بتوانند با سر روی کرد وارد میادین دهشت و وحشت در برابر مردم افغانستان شد. یک، روی کرده تهاجمی در بعضی ساحات بنابر بیتوجهی در افراز موازی در افراز پسته ها. دو، روی کرده تشدید و تصاعد حملات تهاجمی در کلان شهرها. سه، تسریع روند گفتگوها از یک موضوع بالا با تشریک مسای متحدین بین المللی خود در گوشه و کنار منطقه و جهان. این در بود داخلی متاسفانه ما میبینیم که نهادهای امنیتی، نهادهای کشفی و استخباراتی بیشتر از این که به دنبال وظایف اولی خود باشند، کمان و خونسازی حملات مخالفین مسلح پیش از حادثه است، به دنبال فرافکنی و به دنبال زدبندهایی هستند که متاسفانه رنگ بوی فساد داره. از طرف دیگر با سیاسی شدن نهادهای امنیتی افغانستان ما دیدیم که نهادهای امنیتی افغانستان از اون منظومی که میباید دارمی خود منحرف شد. مسئله سوم، با توجه به دیگروالا در تمام جهان ستون و فقرات نهادهای دفاعی را اعتبا میکنند. در وضعیت کنونی که دیگروالها حدود 7000 دیگروال متاسفانه بدون در نظر داشت وضعیت جنگی افغانستان به تقاعد سوق داده شدند. این یک تحرک خیلی خصمانه بود. ما یکی از پرنسیب های 23گانه حرب مورال است. مادام که شما کسایی که تجربه دارند، کسایی که یک عمر در اینجا ایثار و فداکاری کردند، به بهای خون هزاران جوان تجربه کسب کردند، شما در یک وضعیت جنگی که ما داریم در میدان محاربه شاهین ترازی را برای مردم افغانستان سنگین میسازین و مخالفینی که دارند از میدان محاربه شاهین ترازی خود در اتاق گفتگو سنگین میسازن، اینا رو بدون در نظر داشت و ملاحظات امنیتی به تقاعد سوق میدین. مگر شما میخواین آیا تصور میکنیم که باید ما وضعیت بهتر از این داشته باشیم؟ جوان سازی و مسلکی سازی این پروسه صورت گرفته، شما تمام در جریان جوان سازی به مفهوم ترور نهادهای امنیتی و ترور به اعتبار ساختن نهادهای امنیتی و گرفتن مورال و انگیزه نیست. این وضعیت است که همه ما باید بذل مسایی داشته باشیم. جوان، من جوان هستم، تجربه که یک دیگرواله که 30 سال کار کرده من ندارم. من ارکان حرب نظامی هستم، من 10 سال جنگ خواندم ولی در عالم تیوری. عمل چیز دیگر است متاسفانه. این حرکت خیلی خصمانه بود. ایده از هر کس که بود عمدی بود یا ببینید پیامدش رو شما میبینید. ما کار نداریم که عمدی بوده. اگر عمدی نبوده تعلل مسامعه است. به هر دو حالت مستقیم متحدین بین المللی میگن که تاکید از اونام خیلی زیاد روی ازی پروسه بوده. شما شاید در جریان ایالات متحده متحدین بین المللی افغانستان منافع متعارف خود در برابر گروه های تروریستی دارند. ما منافع خود داریم. ما مینیس افغان ها منافع خود داریم. اگر ما نتونیم از موضوع مردم افغانستان در برابر متحدین استراتژیک افغانستان دفاع کنیم، پس مسئولیت وظیفه ما چی شد؟ من اجازه دهید، به اساس ماده 5 قانون اساسی افغانستان، دفاع از شهروندان، تقویت نیروهای امنیتی و تقویت سیستم دفاعی از مکلفیت‌های اساسی دولت است. وقتی که حکومت این وظیفه اساسی خود کمان و دفاع از شهروندان تامین امنیت است فراموش کنه، شما آیا فکر می‌کنید که بعد اگر وظایف خود بتونه بپردازه به شکل درست و سنجیده؟ این ایده از هر جهت که مورد ترجیحات ارائه میکنن. یک، در مورد همین دستاورد ها را مطرح میکنن، میگن درست 80% جلوگیری میشه، 20% به اهداف خود میرسن. دوم، مخالفین در جنگ رو در رو شکست خوردن و ای از بزدلی از اونها یا از شکست از اونها حکایت میکنه که بالای شهرها و مردم ملکی اونها حمله میکنن. این توجیه است که در این قسمت دارن. توجیه دیگری که در قسمت پروسه صلح و مذاکرات داره، میگن مخالفین سیاسی ما که شاید اگه شارشم شما باشین بقیه تمام تکت های انتخاباتی و جریان های سیاسی، اینا همکار دولت خود نشدن تا از یک موضوع قوی در قبال پروسه صلح ما موقف گیری بکنیم و این باعث شده تا موقف ما در پروسه صلح خیلی ضعیف باشه. یعنی حالت پراگندگی که به وجود آمد مقصر اصلیش مخالفین سیاسی حکومت افغانستان است. این توجیهات فرافکنانه است، توجیهات منطقی که در بدن نظامی قابل قبول باشه نیست. ببینید ما در کابل بین 30 تا 33 هزار منصوب نظامی داریم، قوت دفاعی امنیتی داریم، با مدرن ترین تسلیحات نظامی عیار هستند.
بیشتر از 150 میلیون تنها در کابل به ما پول اپراتیفی داره. این پول اپراتیفی به خاطر سبوتاژ حملات مخالفین مسلح باید به مصرف فرسه. در کابل بین 77 تا 80 دروازه که داره، متاسفانه از این 77 تا 80 که ساحات کابل را آسیب پذیر ساخته، ما به هیچ یک از دروازه ها برنامه و عملیاتی که بتونه مساق عینی پیدا کنه و کارآمد باشه و ایدال باشه نداره. دروازه های کابل باز است. از طرف دیگر عدم توجه در تشتیک مسائل کشفی استخباراتی موجب شده که ما در یک خلای استخباراتی قرار بگیریم. معلومات استخباراتی به شکل خام است و پختگی نمیرسه. سیستم بوروکراتیک که این معلومات بتونه به پختگی برسه خیلی طولانی است. بگونی نمونه گزارش داده میشه، معمولا در از دید استخباراتی گزارشات خیلی موثق او آنی است. اگر امروز اطلاع داده میشه که ساعت 2 بجه یک مطربم وارد کابل میشه و ما ساعت 4 بجه اون را پخته بسازیم، 2 بجه او به هدف رسیده. این سیستم بوروکراتیک، نبود تشریک مسایی، فساد گسترده در نهادهای کشفی و استخباراتی، بی‌توجهی در مصرف پولهای اپراتیفی، سرکشی بعضی از نهادهای موازی در کابل، بگونی نمونه گارنیزون و کابل وظیفیش چیست، سیاسی ساختن نهادهای امنیتی افغانستان، حضور مورهای نفوذی مخالفین مسلح، باز بودن دروازه‌های کابل، بی باور بودن شهروندان به نیروهای امنیتی متاسفانه و عدم توجه به منابع اصلی مخالفین مسلح، این واسکت از کجا میاره؟ منابع بشری از کجا میاره؟ موتر از کجا میاره؟ این یک مرحله نیست، تقریبا 10 مرحله است تا به هدف میرسه. بنابراین این موضوعات و این فاکتورهای موجب شده که مخالفین مسلح در هر نقطه از کابل که بخواهند خلق دهشت و وحشت کنند و مانند دیروز هموطنان نجیب کابل به خاک خون بکشانند. تا زمانی که ما به مسائل اصلی و کلیدی امنیتی کابل پرداخت نکنیم، توجه نکنیم، به این تحرکات سوری نمیتوان مانی جلوگیری حملات تروریستی گروه های دهشت‌افکن چون طالب شد. حتما بحث بکوی اولا ندم الان رو بیا هم بحثون دوام بدیم. بیا هم خراغ لاس خانه ورسجی دلتا اشارات وس ولدواړه من منو هغه ضعف ټکو اشاره وکړه. پهل دې زخه کو چې دولت جوړون کې ټیم چې حاکم ټیم هم دی د امنیت د پاره هغه د طرحې او مشخصات او عمومیات یې څه دي، کله چې متهم دی پر دغسې مواردو چې دلته کیاني صاحب ورته اشاره وکړله چې امنیتي سکتور یې سیاسي کړی دی، امنیتي سکتور کې د ځوان جوړونې په پلمه باندې هغه اصلي کادرونه لرې کړي دي، دلته سیاست ډېر ځای نیولی دی، دلته نور د ضعف ټکې شته، دلته واقعا موضع ډېره ضعیفه ده، دلته استخباراتي او کشفي ارګانونه ډېر ضعیف دي. دا ټول ګواهي ورکوي د حاکم ټیم پر دغه ظرفیت باندې چې امنیتي برخې دپاره یې لري، هغه برنامې دپاره چې لري اوس د دولت جوړونکي ټیم نوې برنامه دې دپاره چې خلکو ته یې وایي چې موږ د امنیت دپاره لرو، حد اقل د لویو ښارونو د امنیت تامین دپاره. د وسلوالو مخالفین د بریدونو مخنیوي دپاره څه ده؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران تخنیکتان، مهمانان در برنامه آقای کیانی و زازه صاحب. من هم به نوبه خود درود میفرستم به روح شهدای حادثه روز چهارشنبه خونین کابل که متاسفانه جمع کلانی از هموطنان خودمان را از دست دادیم، و ثانیا درود میفرستم به روح همه شهدای نیروهای امنیتی افغانستان که همین حالا در خط نخست نبرد ایستادن و مبارزه میکنن و از عزت و شرف افغانستان دفاع میکنن. من قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما برم میخوام یک موضوع را به مردم افغانستان بگویم، و این که از دیروز تا حال بعد از یک حادثه اتفاق افتاد بیشترین پرسش ها با آدرس تیم دولت ساز میه. ما میخوایم بگویم که تیم دولت ساز یک تیم انتخاباتی است، یک تیم درون حکومتی نیست. درست است که رئیس تیم دولت ساز رئیس جمهور بر حال افغانستان است، اما در کناری که دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است، دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی است و کابینه حکومت افغانستان در سکتور امنیتی و سکتور ملکی متشکل از افرادی است که از آدرس رهبران حکومتی معرفی شدند. بعدش هم متاسفانه دشمن تلاش میکنه که پروسه انتخابات را مختل بکنه، دشمن تلاش میکنه که باور مردم را نسبت به انتخابات بربایه، و دشمن تلاش میکنه که با استفاده از ریختاندن خون مردم افغانستان در بحث مذاکرات صلح امتیازات بلندی بگیره. اما من مطمئن هستم که باور مردم افغانستان به دموکراسی، به مردم سالاری و به انتخابات است. با هر نوع تهدیدی مردم افغانستان به پای صندوق های رای خواهد رفت. بحث آرمانی است که مردم مطمئن شود، حداقل من مطمئن شم، شما مطمئن شوین که تا زمان انتخابات کشته نمیشیم و در روز انتخابات کشته نمیشیم. خوبی که متاسفانه افغانستان کشوری در حال جنگ است، باید این را بپذیریم. اما اینکه طالبان در خط های نبرد شکست را
پذیرفتن و به حملاتی که نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فرا داشتن، در ننگرهار داشتن، در قندوز داشتن، در بغلان داشتن، به موازه طالبا که تلفات بسیار زیادی را طالبا متحمل شدن و تلاش میکنن قربانیایی و تلاش میکنن اتهام و به نحوی از مردم ملکی شهرهای بزرگ افغانستان قربانی بگیرن. تیم دولت اساس میش برنامه را زیاد تشریح بکنیم که چقدر موافق هستین با تدابیر و برنامه‌های امنیتی کنونی که نتیجش همی است، با این موافق هستین یا تیم دولت اساس تغییرات عمده‌ای هم داره در برنامه خود که در آینده او را تطبیق بکنه؟ متاسفانه نیروهای خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان خوب تانستن، خوب بدرشان، بسیاری از عملات را دفع بکنن. ما نباید بعضی از افتخارات را که نیروهای امنیتی افغانستان کمایی میکنن نادیده بگیریم. شما شاید بودن که چند روز پیش بالای دفتر روند سبز افغانستان که مربوط به معاونت اول تیم دولتساز آقای امرالله سالمی شد عمل شد. تیم دولتساز تلاش میکنه یک نوع در آینده در بحث تامین امنیتش که معاون اول تیم دولتساز به عنوان یک مهره مجرب و تحصیل یافته در بخش استخبارات و امنیت افغانستان است، با طرحهای مشترکی که با اعضای تیم ریخته میشه به خاطر تامین امنیت افغانستان یار اندازی بکنن. اولی که به بحث تقاعد بعض از جنرالایی که در حکومت افغانستان کار میکردن خصوصا در سکتور امنیتی افغانستان و اگر میتونستن خوب بدرشن، میتونستن در مقدر سالایی که یا در مسئولیت بسیار کلانی فای وظیفه میکردن میتونستن دفع بکنن عملات دشمن را. اینا رتبه جنرالیشون به اساس حزب برشان داده شده بود، چه در دوره جهاد بود و چه در دوره زمان کمونیستی که حکومت نظام های کمونیستی در افغانستان حاکم بودن. ما اگر بتونیم یک صدایی و تک صدایی را در درون ادارات امنیتی افغانستان ایجاد بکنیم، ما اگر بتونیم بحث سیاسی سازی ارگان های امنیتی را بیرون بکنیم، به حالت نظامیش در بیاریم، ما اگر بتونیم اشخاص تحصیل یافته را بر اساس تجربهشان و بر اساس فهم نظامیشان در ادارات امنیتی افغانستان استخدام بکنیم که متاسفانه حالا شما شاهد هستین، اگر وزیر دفاع افغانستان از آدرس یک تیم معرفی میشه، متاسفانه رئیس ستاد مشترک ارتش از آدرس دیگه تیم معرفی میشه. فعلا وضعیت همه قسم است؟ بله، باید دیره بپذیریم که حکومت وحدت ملی چه تضمین وجود داره با پیروز شدن شما بتانین برنامه را عملی بکنه که اکنون رئیس تیم نتانست عملی بکنه؟ رئیس تیم شریک داره، رئیس تیم کسای دیگه که در پلوی رئیس تیم کار میکنن به عنوان شریک تیم کار میکردن. متاسفانه ما در گذشته کسایی که به عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان آمدن در کنار رئیس جمهور کار میکردن، از اعتماد و باور رهبری حکومت وای استفاده کردن. ما شاهد حملات گسترده در زمانی که اونها مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بودن بودیم. پس تیم دولت شاهد یکی از آدرس هایی است که با برنامه و تدابیر کنونی امنیتی موافق نیستن. بله، ما برنامه خودمون رو در اساس امنیتی ما داریم. ما شاهد بودیم که شورای امنیت ملی برنامه؟ بله، ما شاهد بودیم که شورای امنیت ملی افغانستان به یک کودکستان سیاسی تبدیل شده بود. ما شاهد بودیم که شورای امنیت ملی افغانستان از یک تشکیل پالیسی ساز به یک تشکیل کلان توارم تشکیلاتی که این به 900 نفر تشکیلاتی از این میرسید که فرزندان رهبران جهادی افغانستان در اونجا کار میکنند. آدرس بازگیری. بله، ما اگر بتونیم که شورای امنیت ملی افغانستان به عنوان یک ارگان پالیسی ساز که اراده داریم و برنامه داریم تبدیل بکنیم، ما اراده داریم که وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان را به کسایی را بیاریم که مجرب هستند، آدمای تاثیر یافته هستند، آدمای تاثیرگذار هستند در عرصه نظامی افغانستان، که جزء برنامه ما است که ما بتونیم ادارات امنیتی افغانستان را از حالت چند صدایی به تک صدایی در بیاریم و نیروهای امنیتی افغانستان که خوشبختانه این حالا حالت تاروزی را یا به خودشان دارن. متاسفانه در گذشته اگر یک سرباز در خط نخست نبرد بود، ادعایش این بود که از آدرس شورای امنیت ملی افغانستان برای ما اجازه شلیک داده نمیشه، اما حالا هر سرباز افغانستان اجازه شلیک مرمی را داره. خب یک اشاره کوتاه به این هم داشته باشیم که پروسه صلح و موضع متاسفانه خیلی ضعیف حکومت افغانستان یا اصلا نبودنش در میز مذاکره تا اکنون این چیزی است که باعث تشویش مردم افغانستان شده. برنامه چی است؟ صلح را چگونه تعریف میکنین؟ با صلح و پروسه کنونی که جریان داره چقدر موافق هستی؟ ما صلح و انتخابات را متمم یکدیگر میدانیم و هر دوی از این ان شاء الله به پیش خواهد رفت. حالا که دکتر عظمه خلیزاد به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا و جانب طالبان در دوحه مذاکراتشان روی بحث صلح است، اما ما چند مورد را به عنوان خط سرخ ما یادآوری میکنیم. یک، جمهوریت خط سرخ ماست در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با خواسته ملت افغانستان. ما هیچگاهی نمیتونیم در بحث مذاکرات صلحمان جمهوریت را نفی بکنیم و بریم به سوی یک حکومتی که تشکیل یافته از امارت اسلامی و جمهوریت باشد. دو، قانون اساسی افغانستان برای ما به عنوان خط سرخ است. ما نمیتونیم قانون اساسی افغانستان را در مذاکراتمان به معامله بگیریم. سه، حقوق شهروندی به ما به عنوان یک خط سرخ است.
هیچ راه دیگه در مطابقت با قانون اساسی افغانستان جز انتخابات برای تبدیل زعامت سیاسی افغانستان راه دیگه وجود نداره. چهار، ما در بحث آزادسازی زندانیان افغانستان استقلالیت قوای قضایی ما را حفظ خواهیم کرد. هیچ گاه ما برای هیچ کسی، نه شهروند خارجی افغانستان، نه کسای دیگه که در قبال افغانستان میخواهند تصمیم بگیرن و زندانیان افغانستان را سر حکومت افغانستان و تحمیل بکنن که آزاد بسازه، ای کار ما نخواد کردیم. و این برمیگرده به صلاحیت و استقلالیت قوای قضایی افغانستان که باید سیستم و مراحلش را طی بکنه، بعد از او مرحله آزادسازی زندانیان طالبان توسط قوای قضایی افغانستان اجرا شود. تشکر. بیرمن سلامت سه. زازه سپ تاسو دوار منو خبر مورد زفت که مولا مثبت تا که مولا درازو د کابل لپاره دراتونکو تدابیر په حق لا ټول افغانستان لپاره ول مشخصا کابل چې تهدید ورته لا ډیر زیات دی. طبعا خبری مکری دی د خغلی صالح پر دفتر باندې کړه بریدو شو، خلکو دا توقع دلو چې لا جدي تدابیر ونیسو تر دې بل داسې لوی بریدو نشي، او لکه تاسو ویل هر برید داسې چې د فنونو انفجاریتو کو هغه گواهی ورکړي چالت پکې ول داسې کوچنی بریدو نه دی، د شپږم اوزی برید دغه سه تر دې د مخه دغه سه بریدونه بګرامي پورې د کابل دننه خاره پورې د داعش او د طالب د ګروپونو در رسیدلو د یو بعد خبر دی. امنیتي مسؤلینو څومره د خو تدابیر خبره تاسو سره کړې اطمینان در کړې، خلک باید یو ذهني سکون می خلکو نه غواړو چې راځي ټاکنو ته خلق دانه وای چې ټاکنو پر ژوندې کنه. یقینا ګوره تیرې و میاشت کې مونږ 15 غټې واقعې لرلې په کابل کې، همدا رقم واقعې چې تاسو ورته اشاره وکړه، شپږ منایا و ملا صالح و دلته لوجستیک ریاست باندې 15 غټې واقعې و، او مونږ همدا توقع چې کله ول واقعې شي و دویمه باید نه وشوي، دویمه چې وشي باید درې منه وشي. په هر صورت خدای دې وکړي چې دا اخرینی واقعې وي، چې زه مطمئن یم چې دا به اخرینی واقعې وي. او بل خبر دا ده چې یو حقیقت دا ده چې زمون امنیتی چې کوم دلته تشکیل دی، امنیتی ارګانونه دي زمونږه، دوی خپل منځ کې هم تاسو باور وکړئ چې یو کامل هماهنګي وجود نه لري. ما بار بار ویلي چې د کابل امنیتی سکتور بالخصوص د زون اقتصادي اکاسمي قماندان چې کوم دی، دغه اوس برحاله قماندان چې کوم دی، ګوره دا سړی په جرمني کې اوسیږي، د جرمني طبیعت لري، اولادونه او بچیان هلته دي، 13 اختر کې 20 ورځې 15 ورځې دی کابل کې نه وتلی او خپل جرمني ته، یعنی حالات داسې نه دی چې دومره ښه وي چې د کابل امنیتي اولین کس د ځي خپل جرمني کې د خپلو بچو سره د چکرې وهي، او د اکاډمي پولیس غریب یو سرباز یو محصل یا یو اکاډمي پولیس او استاد اوس ټول راغلي دي، ټول راغوښتي دي دغه ټول اوضاعاتو کې دغه پرونه راسه کله چې د حالات هغه شول، نو اخري اطلاعات دا دي چې د اکاډمي علوم د پولیسو چې کوم اکاډمي ده ټول استادان او محصلین راوختل په اوضو کې تقسیم کول سره، او دوی ته هم مسؤلیت ورکړی چې تاسو د نور امنیتي چې کوم زموږ نور امنیتي ارګانونه دي دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي او کومک ورسره وکړي. خو دا د حل لاره نه ده، یو موقتي د حل لاره ده. مونږ وایو چې داسې اشخاص چې هغه خپله تاسو ته مولوه د کابل د امنیت قومندان نغوس دوسیه هم لري، دا بیا هم د کابل د امنیت قومندان ده، او زه خبر یم چې د یو ټیم له ادرسه معرفي شوی دی، هغه مکلم چې کوم وخت دی دا خلکو ته بیا دلیل نه دی چې بله تاسو وګورئ مخکې ورته کیانی صاحب ډېره ښه اشاره وکړه یو موضوع ته، زه تاییدوم 100% دا د جوانسازۍ په معنی زم ځوان یم، تاسو هم ځوان یې که نه، تاسو اوس لاړ شئ دغه نور نه، دا د کابل 22 حوزې درته وایم، د دې حوزې حامرین وګورئ، زه مثال درکوم، اتمې حوزه عامر چې زه پکې اوسېږم زما دوست هم ده، ولې ګورئ تاسو هغه وګورئ قومندان د نوی قومندان د ټولي شي او په 12مه حوزه کې راغی عامر د حوزې شو د اتمې، خو ګوره د نظامي سړی ناسته دا خو یو سټپ لري تر څو چې ته قومندان بلوک نه شي، بیا ټولی نه شي، بیا مدیر د جنایي نه شي، بیا معاون د ادارې د حوزې نه شي، بیا د هغې نه پس به ته عامر د حوزې کېږي، ولې مستقیما معاون د ټولي او راولې راسن عامر د حوزې د اتمې حوزې په ټولو د 22 حوزو کې تر ټولو سپترینه حوزه همدغه ده، دا ته عامر د حوزې کوي، او معاون مثال ادارې چې یو ډګرمن ډګروالي د هغه لاس لاندې کوي، تاسو فکر وکړئ چې آیا دا منطقا نظامي لحاظه دا سم کار شوی؟ ام دا رقم دا پښتنه دا پښتنه ورور دا وزیر داخله د کورنۍ چارو وزیر د امنیتي موین ته نور مسؤلین ته تاسو باید مخامخ کړی به تر اوسه پورې یا نور مسؤلین ته جواب به مخیسه وي؟ جواب دا ده چې ما د کابل امنیت قومندان سره چې کله خبرې وکړې ما ته وایي چې دا د برنه په ما تعمیل شوی، مثال یو چا د امیر د وزیر مې ورته ویلي چې دا چا کړی وایي، دا د رئیس جمهور سکرتر کړی، دا چا کړی، دا د فلانی کړی، دا چا کړی، دا فلانی کړی، ده زه په خپله دومره صلاحیت نه لرم، آیا دا چې څومره رښتیا ویلي څومره رښتیا نه دي ویلي، دا د خپل داخلي مسایل دي، ولې بیا پوهیږي تاوان یې چاته دی؟ تاوان یې موږ ته استه ده، زمونږ د اتمه حوزه 13 شپه زه یو واده محفل نه راووتم چې ووتم قتل شوی و په ساحه کې، ان تاسو فکر کوئ تاوان بیا خلک اوچتوي؟
کنن نو اصلی خبر ادا ده زبیا وایم لکه وړاندې تاسو ویلې اکثرا دا ادا کیږي چې دغه منفجره تو کی چاودیدونکو تو کی دغه سخیله وسلې چې ځینو بریدونکو ترې کار اصل کیږي دا داس نه چې راسان یا د لوګر نه یا د جلال آباد نه یا د لغمان نه یا د پروان نه راوړل کیږي دا شاید په ورځ ورځ په کابل کې ترتیبیږي تنظیمیږي او شاید هم د کابل په ښار کې استخباراتي کشفي ارګانونه چې ډېر زیات تاکید هم پرې کیږي هغوی په څه بوخت دي ولې دغه مسایل نه سپړل کیږي ډېر ادا موجود چې د کابل په دې اوازاتو کې نږدې په کابل ښار کې دغه کورونه شته چې په هلته ترتیبات تنظیمات د شس پکې ماینونه نیولې تر نور مسایل کیږي پنځم اوزای خبیل کده چالته سهال دی دلته ځواب څه دی یا د اقل هغه تدابیر چې تاسو وایئ د انتخابات لپاره چې تاسو امنیتي ناسته کړې سي وایي ها زه درته یو بله خبره وکم تاسو ورته اشاره وکړه ښه ټکی ته ګوره زموږ د کابل زه د تحقیقات جنایي چې کوم کارمندان د جنایي دي چې هغه کشف کنټرول او کشف او د جنایي کارمندان زموږ تقریبا 1300 تشکیل لرو د کابل تاسو باور وکړئ په 1300 کې 50 کسان مسلکي نه دي چې واقعا هغه اکاډمي پولیسو لسته وي جنایي مسلک کې ورغلي دلته مقرر شي او په ساحه کې ټول هغه کسان دي چې څوک یا چا پورا مکتب لوسته یا نه د لوسته خو مخکې وختونو کې د سیاسي روابطو باندې راغلي یا تعدیل رتبه شي وي راسن او دلته کار کوي هغه ټول به کشفي او همدغه مسائل لاسکې امنیتي مسائل او جنایي مسائل لاسکې ورکړي ګوره موږ ضعف لرو راځي چې دا مونږ راځي چې پاکاري کوو لاندې نه پاکاري وکړو بر نه څه کوو چې موږ به قومندان لري کو امر دوزي لري کو نو راولو دنه حالت نه ټکیږي لاندې نه باید موږ شروع کو بر لاړ شو دا به نتیجام ورکوی خاص شو له تدابیر د امنیتی د انتخاباتو یقینا طالبان او تاسو ګوره اعلامی ګوره چې دوی وای چې مونږ نه پریدو په غټو غټو غونډو جلساتو باندې به حمله کوو انتخابات مونږ نه غواړو انتخابات به دون شي دا خو په پارلماني انتخاباتو کې هم دا قصه وي مګر خوشبختانه دولت وتوانیدو چې هغه انتخابات وکي یا خ یا خراب زما په آن او اخیرا سروې چې کوم یونما سره ما یو ناس تلرله ما یو سوال وکړو ډیپټی چیف اف یونما نه چې تاسو په نظر تیرنه انتخابات د ولسی جرګې څومره شفاف او ماته وخندل 15% شفاف او 15% ولې په صورت خدای چې افغانستان او یو پارلمان اوس لري خو په صورت دولت وکولای شو چې انتخابات وکي او یا خې یا خراب ولې امنیتي له هازه خو او سم دولت هم آماده ده موږ چې کله ناس ته کوو دوی راټوي چې موږ خپل پوره آمادګی نیولې ده ولدا بسنده نه ده دا د کابل خلکو د پرخوسن چې دلته مرکز ده دلته پایتخت ده دلته ډیپلوماټیک مرکز ده دلته پاچایي موجود ده د ارګ موجود ده دلته وزارتونه دي دلته سفارتونه دي دلته پارلمان ده دلته سنا ده دلته مکمل یعنی حکومت هم دغه ده هم د کابل یعنی وړوکی افغانستان کابل یعنی مکمل پاچایي هم دلته دلته که داسې یو حالات وینو بیا خو منفي تاثیر کوي قناعت حاصل کړی دی هغه څه چې دوی د تدابیر تر عنوان لاندې د راتلونکي لپاره وایي حداقل 15 لوی بریدونه په یو میاشت کې شوي دي چې نور 15 ونه شي یاره خدای دې ورحمې په مونږ باندې او په دې خلکو باندې او دوی ته دم خدای مت ورکی چې دا څه چې دوی وایي هغه عملی کی خو زه فکر نه کوم یو بل مسله تاسو شرک لاندې پختم نور ملمنو ته واخ ورکو یو داد چې ښه اکثرا دا بریدونه او د دې بریدون د نه مخنیوي مسله په دې توجیه کیږي چې دا خو یو بریدګر دی موټر د سره کشفي معلومات ضعیف کله کله او بل اخر دا رسیدي هدف ته ول تاسو د کابل په ګڼو سیمو کې ګورئ چې وستوال مخالفین په جبهه توګه مخکې راغلي تاسو زرغندې مسله ته اشاره وکړه تاسو په نور سیمو کې د بګرامه او سخه شکایتونه موجود دي چې یو عملیات موافقانه وسوله دغه سپ چاراسیا موسی پغمان په دغه ساحو کې راغندې د دې لپاره خو د اقل من کول شي عملیات ول عملیات شته کنه وو عملیات شته مخکې اشاره وکړه پغمان کیسه مې چې قصه وکړه چغه د حکومت نقطه طالب نیولیا مخالفین او ارچا چنیولیا جنگ روان ده وګوره یو خبره بلرته کوم دلته زمونږ د سیاسون نه دي سیاسون نم زما د خواهش ده کغه طالب ده کغه نور سیاسین دي کغه حکمتیار ده لطفا د غیر مسولانه خبرې مکوي اوس حکمتیار پرون په کاپیسا کې وای د نظام کفرې نظام ده زما یو وظیفه ده چې د نظام رنګ کم آیات مکوه کده نظام خراب نظام نو ته خود سیاف نه پرې خوده چې راغله دلته راشد نظام ده ته خوده ک جمعیتان پرې خوده خوده غیر رئیس جمهور سینا در ته غټه کړه او رای واستي او ټول شرایط درته مونږ له نن سبا د 100 میلیون هاو ډالر ته مصارف خرچه در کې دا خو ما چې نظام کفر دی کنه خو به دې نظام دغه مسائل واقعا راغله دا ګوره ډیر تاثیر کې دی دی سیاسي لیډر هغه خبره دا رقم غیر مسولانه خبره چې ضرورت غیر مسولانه خبره کوم دا ډیر زیات په حالات باندې تاثیر کوي زه فکر کوم دا خبره به د دوی هم نیو دا چې زما زه فکر کوم دا خبره به شاید د زمونږ د افغانستان خارجي دښمنانو استخباراتي هغه وی چې ورته وی چې داسې وای داسې وای دا ما سیل چې کوم دی ډیر سلامات او زه د وطن په خیر نه غړم سلامات سي اقای کایونی نصف پر از ګلاس شما اصلا بحث نکردین عملیات موافقانه کې صورت میگیره در ولایت متعدد حداقل در دو سه ماه گذشته چندین والی نامنهاد طالبان از بین رفته در چندین ولایت زندان ها شکستانده شده در چندین ولایت مناطق دوباره به دست حکومت افغانستان افتیده عملیات موافقانه خیلی زیاد صورت گرفته عملیات هوایی خیلی زیاد صورت گرفته در ضمنش خیلی عملیات پیش از اجرا خونسا میشه از طرف حکومت افغانستان
قوت‌های امنیتی ما. این بحثی است که باید اینم برجسته شود نسبت به بحث‌های منفی که همیشه میشه. نخست پاسخ شما را در این مورد می‌گیریم، بعدش سوال دیگه هم داریم. من می‌خوام بیان کنم که ایثار و رشادت نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان را نمی‌توان فراموش کرد. این نیروها در طول 5 سال بیشتر از 150,000 معلول و معیوب و شهید و قربانی دادند. من درود می‌فرستم به مادران که فرزندان خود از دست دادن، به فرزندانی که پدران خود از دست دادن. ما به اندوی بزرگ سهیم هستیم. من هم از جمله داغدیده‌ها هستم که عزیزان خود از دست دادیم در طول 5 سال. این را نمیتوان نادیده گرفت. اما متاسفانه بعضی تحرکات قسمی که زازای صاحب گفتن، اگر مرحله اول میآید، دو میآید، سه میآید، پس ضعفی وجود داره. چرا ما ریشیابی نمیکنیم این ضعف ها و این چالش ها در کجاست؟ در چنین یک وضعیت جنگی، ما پیشتر جنرال ها نیست، از جگرن تا دیگر وال به تقاعد سوق دادن، تقاعد پیش از وقت سوق دادن، از جگرن تا دیگر وال، این یک فاجعه است. از طرف دیگر ما وزارت دفاع منیس نان در حوزه امنیت و وزارت داخل منیس آب در حوزه امنیت از اهمیت ویژه برخوردار است. در رأس دو وزارت، در بخش پالیسی و پلانشان، در بخش امور استراتژیکشان، ما با خانم های با عزت این کشور احترام دارم، دو خانم آوردن. آیا شما به خدا استهزا و تمسخر نیست یک دیگر جنرال بیای به یک خانمی که الفبای نظامی را نمیدانه سلامی بزنه؟ ما پلان گذاری خود، محاکمه وضعیت خود بر اساس چی کنیم که انتباه نظامی نداریم، آگاهی علمی نظامی نداره؟ این میگر ترور اعتبار نهادهای امنیتی دفاعی افغانستان نیست، میگر فشارهای سیاسی وجود داشته، بی‌اعتمادی وجود داشته، چهره‌های را نام گرفتن. آخه کدام فشارهای سیاسی؟ شما ببینید بر اساس 21 وظیفه‌ای که در رئیس جمهور قانونی به قانون اساسی افغانستان ماده 64 پیش بینی شده، کی میتونه اعمال نفوذ کنه؟ کیا اعمال نفوذ کردن؟ هر کس اگر در همین رابطه اعمال نفوذ کرده، مخالفین سرسپرده، مخالفین ملمول حال مردم افغانستان است که او بیاید. شرکای قدرت متعدد داره، خود شکل حکومت هم میبینیم، کدام حال شکل حکومت میبینیم، یک آدم جز از اینکه فقط به خود برسه، بلاوازهای خود برسه، دیگه خودش میگه صلاحیت ندارم. خوب میشد که سخنگویش هم میخواستیم. همه قدرت در ارگ متمرکز شده. سرقومندان علای قوای مسلح وظیفیش چیست؟ وقتی که مسئله امتیاز میشه، ما سرقومندان میگن اشتباهات در 4 سال گذشته صورت گرفت که حال روی ترمیم از او کار میشه، به شورای امنیت اشاره شد، به گزینش های باجگیری گونانه اشاره شد. مولانا میگه ما بینین را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. زمان حال بیاییم ببینیم این وضعیت دنباله در گذشته، دنباله در 3 سال 4 سال پیش داره. وضعیت امروز از حالت ما در یک سونامی امنیتی به سر میبریم. این وضعیت خدا شاهد به هیچ جای جهان در طول تاریخ نبوده. ما هر صبح که از خانه میبرایم، باور کنیم، با وضو میبرایم که امید به برگشتن نیست. این شهر کابل شهر ارواست، افغانستان به یک کشور اروا مبدل شده. این وضعیت خیلی رقتبار است. بگذارید برنامه داشته باشیم در کنار نقدی که داریم. من میخوام چند مسئله بگم. جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است با رویکردهای استخباراتی بعد پاسخ داد. یک کادر استخباراتی در تکه تجربه من اسم اون اجازه بدید من آدرس خود صحبت میکنم. دو، باید به ریشه های جنگ افغانستان نگاه بنیادین داشت. با این نگاه سوری نمیتوان جنگ از زدود. سه، باید از درد مشترک که مردم افغانستان در برابر تروریسم بین المللی که یک پدیده جهانی است، 18 سال میشه ما 500,000 قربانی و شهید و معلول دادیم، یک درک مشترک منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرد با حمایت از با ایجاد و تدوین دیپلماسی فعال. 4، باید فاصله بین شهروندان و بین حکومت کنندگان نزدیک ساخت. امروز ما در حوزه نظامی سه مسئله مهم است: حصول ساحه، حفظ ساحه، تعدیل مطالبات ساحات مسکونی شهروندان. ما به اول داریم برنامه، به دو و سه نداره هیچ تفاوت. وقتی که ما ساحه رو میبینیم بین طالب و بین ما نیست. این لازم است که ما حداقل بتونیم ما ارائه خدمات کنیم، خدمات اجتماعی، خدمات تعلیمی، خدمات صحی کنیم. ما هیچ نداره. تفاوت های برجسته که میتونه برنامه شما را متفاوت تر بسازد برنامه های دیگه تیم ما، به وجه که خب تیم دولت ساز نمایجش وجود داره، اینا هم همچنین چیزها را ارائه کردن. خب ما تغییرات را متعهد هستیم، ما شایسته سالاری را متعهد هستیم. چیزی که شما میتونین تضمین بتین که متفاوت تر از دیگر و امکان پذیر از نظر به شرایطی که وجود داره در اینجا، او چی است؟ ما 7 برنامه در 7 سکتور به حمایت دو شعار که ما داریم، به حمایت تامین امنیت و تامین عدالت داریم. به اگر زمان اقتضا کنه، اقتضای زمان، ما میشه برنامه امنیتی خود شما مناظره بگیریم، بیاریم دفاع کنیم. ما برنامه بومی تولید کردیم، ما خود ما خیاط برنامه های خود هستیم، به جان شهروندان برنامه تولید کردیم. ما آمادیم آسیب شناسی کردیم که مشکلات ولایت مرزی افغانستان در چیست.
ما چگونه میتونیم در برابر همسایه هایی که نقش دشمن با ما دارن سپر دفاعی ایجاد کنیم؟ ما چگونه میتونیم منافع پاکستان را در یک افغانستان آری از جنگ تعریف کنیم؟ پاکستان کدام فاکتورها، کدام عوامل باعث شده که ثبات خود در جنگ در داخل افغانستان ببینه؟ ایران کدام فاکتورها موجب شده که از حضور خود و هژمونی خود در بسامانی افغانستان میبینه؟ حوزه خلیج فارس چرا میان قطر که پشت ناخونیم است؟ هرات 5 برابر قطر است، 56,000 کیلومتر مربع هرات است، قطر 12. که او میای با ما دشمن تولید میکنه، او میای با ما تعیین سرنوشت میکنه. ما در این راستا برنامه داریم که چگونه مانی تعیین نسخه هایی بشیم که از بیرون وارد میشه، مانی نسخه هایی بشیم که از اسلام آباد به ما صادر میشه. از طرف دیگر ما برنامه هایی داریم که واقعا چگونه بتانیم نقش افغانستان را من حیث چارهای تعامل مناسبات و مراودات اقتصادی امنیتی منطقه ما بدل کنیم. نگاه اکثریت کشورها به افغانستان با توجه به وضعیت جنگی در داخل افغانستان نگاه امنیتی است. تا زمانی که ما امنیت تعریف نکنیم، تا زمانی که ما تشریک مسایی و بذل مسایی منطقوی را در تامین امنیت افغانستان ما تعریف نکنیم، تروریسم یک پدیده جهانی است، تا زمانی که ما لایه‌های جهانی منطقوی از زیر تعریف نکنیم، به این به نظر میرسه با این روی کارهای تصنعی ما بتونیم نتیجه ایدئال به دست بیاریم. حکومت کنونی افغانستان یا در کنارش تیم دولت‌ساز ادعا دارند که خط سرخ‌های را برای پروسه صلح افغانستان تشخیص کردند و هیچ عقب نشینی در او نخواهد داشتن و هیچ گونه انعطافی هم تایید میکنیم این چیزایی را که ناظر کرده. 5 سال معرف تلاش ها و تحرکات تیم دولت ساز بوده. نخیر میگه شرکا داشتیم در روز زمان تیم من میگم شرکا هیچ فاقد صلاحیت بودن. چرا یا نگفتن که ما یعنی چیزی که دولت هست همین تیم دولت ساز یقین کنیم که هیچ گونه تغییر نمیای. وضعیت کنونی مسئول تلاش های نخجسته تیم دولت ساز است. جناب ایشان خوتازه آمدن جناب سالی، ولی آقای دانش خو هست، آقای رئیس جمهور خو هست، تیم کاریشان خو هست. در طول 5 سال بدترین حکومت جهان ما تجربه کردیم، بدترین حکومت جهان. شما از فساد سیاسی تا فساد اخلاقی، از فساد اخلاقی تا فساد اقتصادی، از فساد اقتصادی تا فساد اداری را شاهد هستین. شما یک نهاد که آری از فساد باشه به من نشان بده. هیچ تفاوت را احساس نمیکنید در برنامه تیم دولت ساز؟ نه تنها تفاوت، بلکه اگر تحفظ و ابقای تیم دولت ساز و 5 سال دیگه افغانستان را نابود خواهد ساخت. این خطرناک است. طالب در طول 5 سال به یک قدرت مبدل شد. شاهد زایش گروه های تروریستی چون داعش بودیم. طالب آماد ولایت گرفت، طالب آماد فربی شد، طالب آماد مشروعیت منطقوی پیدا کرد. به حدی که داره امروز نظام جمهوری را تهدید میکنه، به حدی که داره امروز ارزش های 17 ساله 18 ساله ما را تهدید میکنه طالب، به حدی که داره میایه ادعای فتح الفتوح بودن میکنه. اگر شما الگو قرار مثلا نمونه قرار بدید چیزی که دولت و حکومت کنونی افغانستان از عمل کردش است، همین برنامه تیم دولت ساز است. خب میشین نقد بالای تیم شما هم وارد باشه، بزوز خانم جلال، خب آقای مراد علی مراد و آقای نبیل در رأس سکتور امنیتی در بخش از سکتور امنیتی قرار داشتن. خب همین نقد اکثرا وارد است بر اونها هم. اجازه بدین که ما بیان کنم. آقای نبیل 8 ماه با حکومت وحدت ملی وظیفه دار بود. مادامی که متوجه شد که یک تیم دارن خواب میفروشن، آقای وردک صدای مرا میشنوه، فاروق وردک سند ارائه کرد، شما شنیدین، خواب میفروشن، نسخه استعفای خود به مردم افغانستان پیش کرد که من به فروختن خواب راضی نیستم، من به این اقاد قرارداد با یک گروه خونخوار چون آیسای با یک رژیم توریست پرور چون پاکستان راضی نیستم به مردم افغانستان وضعیت داد. ببینید شما برین گوشته رو ببینید، برین ننگرها رو ببینید، از 5 تا 50 کیلومتر پیشروی کردن، 50 کیلومتر نیب اوسط 25 کیلومتر ضرب 2400 کیلومتر کنید، ببینیم چقدر خاک ما را پاکستانی ها گرفتن. ساحات سقرجش نظامی را، ساحات استراتژیک از لحاظ آبی بندها را گرفتن. اگر فردا روز ما ادعا کنیم که شما از دریای کنر آب نمیبرین، اکثریت سربندها را گرفتن. او زمان بود که آقای نبیل شرافت مندانه به مردم افغانستان گفت که حکومت آقای مراد معین یک وزارت بود، مینست یک سرباز، وظیفه خودت آخرین رمق حیات انجام داد و امروز با عزت و مردم افغانستان میفهمند. سلامت شد دیر من پر دولت جوړون که تیم یوازنه ترچول استر مسئله چه وارد داده و پر دیگر بانی نقد بکیگی لگه سنگه چل ده که اینی سو بیلی سه چه دقه حکومت ده ایزه که چه ولسمشر پر یو بلسم متهم ده وی چه انحصار را منسه کرده تخپل شریک تیم اقا سی اقا صلاحیتون ندی ور کردی طول هر صد ولسمشر پلاس کی و د چار دو کسوک راغلیم دی د په خوا کرا غلی دی کسوک مثلا کتا سی خغلی اتمر ته اشاره کړه غد ولسمشر نګدی ملګرو و غیره و سلو کلام نه شورا کی ور سره نو نو چې سج دغه وضعیت ګوره دغه حکومت ګوره عین همغه برنامه د دولت ساس ټیم لري مهرباني
یکی خب یکی شریک قدرتش نتونست اعمال صلاحیت بکنه بر نمیگرده برای رئیس جمهور، چون برای شریک قدرتش مردم افغانستان صلاحیت داده بود نتونست اعمال بکنه. دو، بس آقای اتمر، آقای اتمر به عنوان یک کسی که متحد تیم رئیس جمهور بود، رئیس جمهور به عنوان یک کادر استخباراتی سرش باور کرد، اعتماد کرد، آمد یک بخش کلان سکتور امنیتی افغانستان را در اختیارش قرار گذاشت. اما او چون برنامه خودش را داشت، برنامه بدنامسازی حکومت افغانستان یا شخص رئیس جمهور را داشت، متاسفانه تا یک حدی موفق هم شد. انسجام فکری وجود نداشت. چی تضمین وجود داره فردا یک شخص دیگه در کنار رئیس جمهور از باز 4 سال بعد میگیم که خیلی شخص نادرست؟ ما میخوایم براتون بگویم. بله. با چند پرسشی که شما از دوستان مطرح کردین. یک، هر خواست آدمی بزرگوارایی که در چی در حکومت بودن چی در بیرون از حکومت که پذیرفتن همیشه تهدید میکردن. مگر شما نشنیدین یکی از این بزرگوارا گفت که برادر من از فرانی دارد برکنار کردی، باجه من از سفارت برکنار کردی، خسروبره فلانی خانه برکنار کردی، بچه اندر فلانی خانه برکنار کردی؟ مگر نشنیدین؟ اگر میگه نام بگیرم که خوب نیست من درست بگیرم. دو، ما ثابت ساختیم که میتونیم. 7 سال آقای صالح رئیس امنیت ملی افغانستان بود، سیاستش در برابر ترور و تروریسم واضح و روشن بود، در برابر پاکستان وضعیت روشن بود که مردم افغانستان میدانند. 3، زمانی که آقای صالح 27 روز در وزارت داخله بود، مگر امی کابل بستنی هم نبود، مگر در کل در سطح افغانستان یک تغییرات کلانی نیامده بود که آقای صالح آمده که سمت معاونت اول حکومت افغانستان را به عهده بگیره. 4، قاطعیت رئیس جمهور که در انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان صحبت نکرد، همه مردم افغانستان دیدن. چه مخالفین سیاسی و چه رهبران حکومتی استقبال نکردند مگر از قاطعیت در برابر پاکستان؟ 4، ما تیم ما یک تیم متفاوت است. بازم من تاکید میکنم تیمی است که برآمده از احزاب سیاسی نیست، برآمده از تفنگ سالار نیست، برآمده از زورگویی نیست، برآمده از کسایی که دنبال پروژه های مقطعی سن نیست. اگر رئیس جمهور است یک آدم تحصیل کرده ای است که متاسفانه گذشتهش ای که اعضای تیمش تلاش کردن رئیس جمهور را بدنام بکنن و برنگرده به گذشته، اما خودش به عنوان کسی است که اصلا هیچ نوع پرونده در عقبش وجود نداره. اگر آقای صالح است، آقای صالح بفرمایند مردم افغانستان بگویند کدام پرونده میادم داره، کدام ناکامی میادم داره. اگر آقای دانش است به عنوان یک متخصص قانون کدام پرونده میادم داره. خب و در کناری از این دقیقاً ولی تعریف های شخصیتی درست بجای شاید تیم های خیلی زیاده باشه، شخصیت های خیلی مطلوبی در اوجا گرفته باشه، ولی بحث نتیجه که محصول کار بوده او چی است؟ بحث آقای صالح کنار باشه، بحث حکومت کنونی که جزء کلان از تیم دولت ساز تشکیل میده، نتیجه که حاصل شده مطلوب است برای شما؟ خب شما بیشتر اشاره کردین به ترکیبات که در ادارات امنیتی افغانستان وجود داره. همین ترکیبات از طرف کی تعیین میشه؟ خب همین ترکیبات فشار است که از طرف بعضی از سیاسیون سر تسلیم شدن به فشار گناه است، در صورتی خب که مردم افغانستان کشته میشه. تا یک حدی رئیس جمهور تلاش کرد تسلیم زور نشه. مگر شما ندیدین که سیلاسا روانه مسکو شدن؟ مگر شما ندیدین که سیلاسا روانه راهپندی شدن در حضور وزیر خارجه آمریکا پاکستان سر اقتدا خم نکردن همین بزرگواران؟ مگر شما ندیدین که یک در خودشان میرن به دوحه دور دیگه پسرشان میره، در صورتی که نه صلاحیت اجرایی دارن نه صلاحیت الزامی، نه فیصلهایشان قابل اجراست نه فیصلهاشان الزامی است که اجرا شود؟ مگر می فشارشون اخطار ندادن که ما با طالب یک جای میشیم؟ خب شما ببینید تهدیدایی که از جانب سیاسیون محترمی که بیرون از حکومت هستن، تا زمانی که در درون حکومت هستن گمرکات در اختیارشان است، بنادر در اختیارشان است، گروه های باجگیری در اختیارشان است، اما وقتی که بیرون از حکومت رخصت میشن میان در صف تهدید میکنن حکومت افغانستان که ما میریم در صف طالب میپیوندیم. دیگه ای که نباید ما را دیده بگیریم. خوشبختانه ما از مای هود به طرف تا یکی دو ماه پیش ما یک امنیت بسیار فوق العاده در افغانستان داشتیم. عملات تهاجمی ما را که توسط نیروی امنیتی افغانستان شده نباید نادیده بگیریم که رفتن زندانیا را که نیروی امنیتی در کنار ناخالص هم دستاوردهایم داریم که قبلا نداشتیم. دستاوردهای ما در یک سال پسین متفاوت است از دستاوردهای ما در 4 سال گذشته که متاسفانه ترکیباتی بود که رئیس جمهور بر اساس اعتماد و باوری که به بعضی از شخصیت‌های محترم سیاسی داشت وارا گماشت و ترکیباتی بود که از جانب شریکان قدرت در درون حکومت تحمیل شده بود. سلامت صدری و میمنو سخمن را کوم ده بحث موضوع با امنیتی تهدیدات طالبان گواخونه د لوی بریدون کول پلو خارونه که د خواته انتخابات پاکتم طالبان گواخونه گسند د حکومت آمادگی او غت تدابیر شه امنیتی غونډه که معمولن ویل کیږي چې دوی به د دښمن ته اجازه ور نکړي چې دغه بریدون تر سره کړي، دوی پر دښمن باندې فشار زیات کړی دی. دا چې راتلونکي ټاکنیز ټیمونه در راتلونکي امنیت لپاره سره برنامه لري، دوی څنګه ولس مطمئنه کولای شي چې د وسنی وضعیت په کتو سره دوی متفاوته برنامه لري، متفاوته نتیجه به ترلاسه راځي او دوی به وتوانی که دغسې یو وضعیت مهار کړي؟ په دې اکړه درې واړه مېلمنو بحث وکړ، د کابل د تهدیدات په هکله بحثونه وشوله. دا چې څنګه کولی شو وضعیت نسبتا مهار کړو، ټاکنیز ټیمونه نوي د امنیت دپاره سره لري، په دې اکړه د دوو ټیمونو استازو او د کابل د خلکو استازو
خپل خبرې درلودلې. تر بیا مو پاک الله.